تو این ویدیو از ریتم‌های ساز درامز الگو می‌گیریم و در کاخن نوازی از اون استفاده می‌کنیم. این ریتم‌ها روی سه خط عامل نوشته میشه. کلی نکات آموزشی مهم هست که بهتون یاد داده میشه. حتما این ویدیو رو ذخیره کنید و در اجراهاتون از اون استفاده کنید. هر جا سوالی بود میتونید بپرسید تا بهتون پاسخ بدیم. سلام. امروز با کلی مطالب جدید دیگه در خدمت شما هستم. امروز قراره که راجع به ریتم‌های درامز با هم صحبت کنیم. درامز سازیه که با دو تا استیک چوبی زده میشه و ریتم‌های مختلفی رو باهاش می‌نوازن. قراره گوشه‌ای از اون ریتم‌ها رو ما روی ساز کاخون پیاده کنیم. کلمه grooves به معنای ریتمه. پس drum set grooves یعنی میشه ریتم‌های ساز درامز. توی ساز درامز اگر دقت کرده باشید، نوازنده این ساز با یک دست روی سنچی که بغل دستشه، بهش میگن های هات، با اون یک حرکت ثابتی رو هی داره تکرار میکنه، به این شکل که مثلا میگه بوم ده بوم ده. ببینید این داره دست داره برای خودش مدام داره میزنه. حالا همون رو ما میاییم روی قسمت لبه بالایی ساز به این شکل با حرکت گوست نوت همون رو اجرا میکنیم. ببینید داره میگه چیزی که داره روی های هات داره زده میشه. و حالا با دست راستمون شروع میکنیم ریتم زدن، مثلا براتون چند تا تمرین آماده کردم از این درام ست گروفز ها. با هم دیگه بزنیم تمرینش بکنیم. بریم تمرین اول رو میبینید. این تمرینات روی سه خط نوشته شده. خط اول خط بالایی به این شکله که شما با یک دست ثابت داری میشماری یک و دو و سه و چهار. و حواستون باشه باید به صورت گوست نوت اجراش کنید، نه ضربه محکم اوپن، به صورت گوست نوت. خط دوم برای شما دو تا ضربه اسلاپ گذاشته. نگاه بکنیم اسلاپ ها روی کجاست؟ روی ضربه دو و روی ضربه چهار. یعنی شما میگی یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار، و دو تا دست با هم میزنه. اشکالی که پیش میاد برای هنرجویانی که تا میان با دست راست ضربه بزنن دست چپشون متوقف میشه، میگن یک و دو و سه و چهار، و این کاملا غلطه. یک دست فقط داره میگه تپ 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 تپ، کامل داره برای خودش میزنه. پس خط یک و دو رو با هم اجرا میکنیم. ببینید یک و دو و سه و چهار. و اینکه حتما سینک باشه، روی همدیگه بشینه این دوتا زر، این نشه که بگیم یک و دو و عقب جلو نشه، صدای خوبی ازش در نمیاد. حالا بریم سراغ خط سوم. ببینید ضربه بیس یک روی شماره یک و روی شماره سه زده میشه. فعلا خط دو رو نمیزنیم، خط یک با خط سه میگیم یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار. و حالا ادغام میکنیم اینا همه رو با هم دیگه، میشه یک و دو و سه و چهار. و این بوده از تمرین شماره یک. تمرین شماره دو رو میبینید که برای ضربه بیسش روی سه و گذاشته. فقط خط اولش و سومش رو براتون میزنم، میشه یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار. و حالا لاین دومش رو هم میاریم داخل کار، میشه به این شکل یک و دو و سه و چهار، یک دو سه و چهار. تمرین بعدی تمرین شماره سه، لاین یک و لاین سه رو براتون میزنم. ببینید بیسش شده